زمان خمینی ستاد تبلیغات جنگ ضد میهنی کودکان را به سمت مین هدایت میکرد و حالا رئیسی با عادی سازی نسلی را به قربانگاه میبرد. میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی. به زودی انشالله جشن پیروزی مردم را در واکسیناسیون خواهیم گرفت. آش تبلیغات ضد میهنی آنقدر شور بود که یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به اهداف خطرناک آن نوشت: ای کاش به جای بهره برداری سیاسی و ایدولوژی از کرونا سعی می کردند به مردم بگویند که این همه تلفات و مصیبت های اقتصادی که به وجود آمده قابل پیش بینی بوده است یا خیر. واقعا دولت هنوز متوجه نشده که مردم دیگر یک کلام از تبلیغات آنها را باور نمی کنند. روستای ما دقیقا همه اونایی که واکسن زدن، اونایی که سن بالا هستن، دارن به رحمت خدا میرن. مردم نگران اینن که چرا واکسن زدن این اتفاق افتاده. واکسن زدن بد شده نه نه واکسن زدن، بعد واکسن زدن حالشون بد شده. حتی یه سریاشون سری دوم هم زدن. اکثرا هم اینایی که به رحمت خدا رفتن واکسن ایرانی زدن. آقا واکسن زدی شما؟ نه خیر. چرا واکسن نزدی؟ والا تا بال مورد اطمینان هم نبوده. به خانگی مامانم زد، حساسیت داشت بهش، صورتش فوق العاده ورم کرد و بدنش تاول زد. برای همین منم ریسکشو نکردم و نزدم. این هم نتیجه تبلیغات واکسن تقلبی برکت. تمام جای کشور از ما واکسن برکت میخوان. آقا چی هم پول برکت به گوستان بزنی گوستان میمیره. جوان 50 سالمون از اونو گرفتی. خونه من خراب کرد. بیا جواب من رو بدید الان. جواب بچه‌هاشو بدید. آیا ما به هوای اینکه در داخل واکسن تولید کنیم در خرید واکسن خارجی تأخیر داشتیم؟ بله. فکر نمی‌کنید که الان مردمی که عزادار شدن سر این بیماری حقشونه ببینن کسانی که 2 سال بهشون دروغ گفتن بیان یه جا پاسخگو باشن؟ راستی چه کسی اولین بار با تبلیغات و عادی انگاری مانع قرنطینه شد و خرید واکسن معتبر را ممنوع اعلام کرد؟ واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره. اینو انکار نکنن.